و با سلام به شما علاقمندان مسابقه هفته. با اعلام اسامی شرکت کنندگان و شماره هاشون مسابقه این هفته رو شروع میکنیم. آقایان شماره 1 مهدی زنجانی، شماره 2 حمید رضا چرمچی، شماره 3 عادل فردوسی پور، شماره 4 نوذر حمزه سلطان، شماره 5 علی اللهیار ترکمن، شماره 6 امیر حسین اشرفی، شماره 7 جواد کیا دربند سری، شماره 8 فرشاد علیزاد صانع، شماره 9 اختای ایلغمی، شماره 10 حمید ملا زین علی، شماره 11 مجید ملا زین علی، شماره 12 مهدی دانیالی، شماره 13 ناصر روشنی، شماره 14 علی امیرخانی و شماره 15 رامین سهیکیش. دور اول از مرحله اول رو با شماره 1 شروع میکنیم. مرکز استان لرستان، خرم‌آباد. بله. شماره 2 طب سوزنی از این کشور برخاست، چین. بله. شماره 3 محصول معروف قائنات خراسان، زعفران. شماره 4 ترکیب کنایی به پول نزدیک کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه یه چیزی رو به هر حال جنس به صورت بیارن، معامله‌ای باشه که بیارن یواش یواش به اصطلاح نقدش کنن، به پول نزدیکش کنن، یه همچین موردی تقریبا. شما این حرف منو زدی، به پول نزدیکش کنن یعنی چی؟ یعنی که بفروختن هر سینا خدمت رو یه چیزی بیارن شما که... گفتی یعنی یه جوری که به پول نزدیکش کنن، همون که من گفتم. شماره 15 هم در فرودگاه وجود داره هم در داروخانه. باند. بله دیگه، اینقدر معطلی نداشت. میریم سراغ دور دوم از مرحله اول. خوشحالم هستی که چراغ خاموش کم داشتیم. دشتی پهناور که تقریبا همه شمال آسیا را فرا گرفت. سیبری. شماره 2 نام اختصاری سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک. بله. شماره 3 نام پدر گرامی رسول اکرم، عبدالله. بله. شماره 4 حقوقی که دولت به افراد خانواده کارمندان درگذشته می‌پردازد، مستمری. بله. 14 ترکیب کنایی میان زمین و آسمان یعنی چی؟ یعنی بین این دو تا واقع شده. یعنی چی؟ یعنی بین زمین و آسمان. خب یعنی چی؟ نه تو زمین نه تو آسمان. نه تو زمین نه تو آسمان، یعنی بین زمین و آسمان یعنی چی؟ یعنی بلا تکلیف بودن. شماره 15 آنچه مزهی بین ترش و شیرین داره، ملس. خب بعضی ها سوال های خیلی آسون جواب نمیدن، آدم متعجبه. حالا بریم در مرحله دوم مسابقه این هفته ببینیم که دوستانمون در اون مرحله چه میکنه. از کی برسه؟ شماره 3. سه. کدام رئیس جمهور آمریکا دستور بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی رو صادر کرد؟ ترومن. هری ترومن. بله. از کی برسه؟ شماره 14. 14. طولانی ترین رشته کوه جهان است؟ هیمالیا. از کی برسه؟ شماره 6. 6. شما میدونید؟ نه. سلسله جبال آند از کی برسه؟ از شما 12. 12. غزوه خیبر که بار شهادت های حضرت علی علیه السلام به پیروزی انجامید در سال چندم هجری پیش آمد؟ دهم هجری. از کی بپرسم؟ شما 4. 4. شما میدونید؟ 12. سال هفتم. از کی بپرسم؟ شما 9. از 9. قرآن کریم در کدام یک از دو سوره هایی که نام میبرم نوشیدن مشروبات الکلی را حرام کرده است؟ سوره بقره و سوره مائده. در سوره مائده.
از کی برسم؟ از شماره 7. 7. شما میدونی شماره هر؟ هیچ کدومش. در هر دو سوره. از کی ببرسم؟ از شماره 12. از 12. نام محلی و قدیمی هندوستان. از کی برسم؟ از شماره 8. 8. شما میدونی؟ کشور 72 ملت. یه نامی داشته، اون توصیفشه. یک نامی داشته. از کی برسم؟ 7. از 7. شما میدونی؟ گجرات. بهارات. از کی ببرسم؟ از شماره 5. 5. هنوز 5 سه چراغیه و 15 هم سه چراغیه. این درخت را برای تثبیت شنهای روان میکارن. درخت موز. موز؟ نه. از شماره 9. از 9. درخت تاق. تاق؟ شاید هم گز باشه. بله، گز درسته. گفتم تاق هم میکارن. تاق از کجا شما گفتی؟ توی کویرها هستش درخت تاق. خب هست، ولی میکارن برای جلوگیری از شنهای روان. اون گزه. تاق من نشنیده بودم، حالا شاید باشه، ولی خب بالاخره شما خودت گفتی. حالا از کی بپرسم؟ شماره 15. شما همون 16 ساله ای. بله، ایشون دو دفعه است که میان و خیلی هم اطلاعات دارن. خوشحال هستیم که جوانهای در این سن و سال اینقدر مطالعه دارن. بله، از کی بپرسم؟ شماره 3. از 3. ستاره سابق فوتبال برزیل که با تیم این کشور 3 بار به مقام قهرمانی جهان رسید، وی در طول دوران بازیگری خود در 1324 دیدار مجموعاً 1282 گل به ثمر رساند. ادسون آرانتس دونو سیمنتو یا پله؟ چی آقا؟ پله، بعد اسم اصلیش ادسون آرانتس دونو سیمنتوست. خب دیگه چی دربارش میدونی؟ من چه حرفش دوباره ازدواج کرد. اسمای طولانی دارن، ولی پله دیگه منظورتون بود. خیلی الحمدلله که اسم کاملش هم بلد. شما خودت فوتبال دوست داری؟ بله. شبیه پلم هستی. اینقدر که سیاه نیستم. دلت میخواست که مثلا که بری تو زمینای فوتبال سیاه هم میشه دیگه یواش. 1200 خورده 1300 تا بازی کرده. 1200 تا گل زده. از کی بپرسم؟ شماره 13. من اولش فکر کردم داره درس مثلا اسپانیولی میده. از کی؟ 13. خب یه دار دیگه بگو اسم رو. ادسون آرانتس دو ناسیمنتو. خودت. واژه سپنج رو معنی کنید. واژه سپنج. اسفنج. سپنج. سپنج. از کی بپرسم؟ شماره 3. از 3. شما میدونی؟ نه من اصلا. بگو یه چیزایی درباره. اسفند نیست؟ نه. سپنج یعنی خانه موقت، دنیا.